لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. یک سوره هست تقریبا همه تون حفظید، یه سطرم بیشتر نیست، چند ثانیه طول میکشه. این سوره قرآن رو بخونیم، ثواب این سوره رو هدیه کنیم به امام رضا. سوره والعصر. بسم الله الرحمن، شما هم بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خداوند به همه قطعات زمان قسم خورده، به فجر قسم خورده، بعد طلوع فجر صبح، به صبح هم قسم خورده، و صبح بعد صبح چاشته، به چاشت هم قسم خورده، و ضحا، ضحا یعنی چاشت، بعد چاش روز میشه، به روز هم قسم خورده، و نهار بعد از روز، به عصر هم قسم خورده، و العصر که الان خوندید، به شب هم قسم خورده، و لیل منتها به سحر سه بار قسم خورده، و لیل از ادبر و لیل از اسعس. این اولین نکتهش اینه که زمان رو از دست ندهیم، لحظه هاش ارزش داره، زمان مقدس است، به خصوص زمانهای خاص، ایام الله مثل شب قدر، مثل روز عرفه، مثل شب جمعه، روز جمعه. کلمه ایام الله تو قرآن هم اومده، به پیغمبر میگه ایام الله را یاد مردم بنداز. ایام الله روزایی که خدا یا به حزب الله قدرت غلبه میده یا مخالفین حزب الله را نابود میکنه. این ایام الله یعنی نظر خاص خداست. ببین شما نمیدونم کیو دوستش داری، برادرت، خواهرت، دوستت، شریکت، شاگردت، بچت، یه کسی که دوستش داری اگر یه تیغ بکشه به لباس شما، لباس شما پاره شد، دیگه دوستش نداری. میگی من فکر کردم این آدمه، خیلی آدم بی‌ادبی بود، تیغ برداشت لباس اون پاره کرد. یه تیغی به لباس بیفته دوستی قطع میشه. علاقه مردم به امام خمینی به جوری شد که حتی بچه شهید شد، علاقهش از امام کم نشد. دو تا بچه شهید شد، بعضیا سه تا بچه شهید شد، بعضیا چهار تا بچه شهید شد، اما علاقهش از امام کم نشد. این علاقه طبیعی نیست. علاقه های معمولی وقتی با هم رفیقن یه استکان چای بزنه تو صورتش قرم میکنه، یه ضربه اصلا یه تیغ بکشی به لباسش قرم میکنه. این چه علاقه بود که مردم به امام علاقه پیدا کردن؟ علاقه که مردم به امام حسین دارن چیه؟ آدم سر قبر الان کسی به شما میگه آقا جد هفتم شما سالگردشه، یه پولی بده میخوام مراسم بگیرم، میگه برو بگو خدا بشو بیام برد. خدا به تو یه جو عقل بده، خدا اونم بیاموزش. جد هفتم منو میخوای سالگرد، برو دنبال کار. چطور جد خودتو فوقش پدر از دنیا بره، پدر بزرگ از دنیا بره، هفتشو، چلشو، شاید هم سالش، خلاص. آدم یه سال دو سال بیشتر سال نمیگیره. این امام حسین چه که بعد 1400 سال سالگردش اربعین میلیون ها آدم پیاده میره کربلا؟ طبیعیه این؟ اگر طبیعی هست چطور ما برای پدر بزرگا این کار نمیکنیم؟ آقا پدر بزرگ نهم شما، پدر بزرگ هفتم شما، طبیعی نیست قصه. یه دست تو کاره، یه قدرت تو کاره. ایام الله، ذکرهم به ایام الله. والعصر، ایام، صبح، ظهر، عصر، شب، سحر هم سه بار. حالا والعصر ان الانسان لفی خسر. یه دعاست مال ماه رجبه، اینه که خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک. باختن اونا که با غیر خدا معامله کردن. هویدا نخست وزیر شاه بود،
وقتی میخواستن بعد از انقلاب اعدامش کنن یک حرف خیلی بدی زد، گفت شاه خودش و زنش فرار کرد، بچه ها و برادرش هم برد، سگاش هم برد، اما من هویدا که نخست وزیر بودم من از ایران خارج نکرد، منو ول کرد رفت، من گیر شما افتادم، شما منو میخواید اعدام کنید. قرآن همینو میگه، میگه تمام دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه. یه آیه داریم تو قرآن که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی لعنت میکنه به گروه دیگه، اون میگه تو بودی، اون میگه تو بودی، مستکبرین و مستضعفین هر دو به هم لعنت میکنن. مستضعفین میگن خدایا عذاب این دونه درشتا رو دو برابر کن، خدا میگه عذاب شما فقرا هم دو برابره، اما دونه درشتا دو برابره، چون هم کج رفتن هم شما رو کج کردن، اما دونه ریزا دو برابره، برای که دونه ریزا هم کج رفتن هم چون دنبال دونه درشتا بودن دونه درشتا زور پیدا کردن. شما درست شل بودید و نخ بودید، اما اگر نخ عقب سوزن نباشه سوزن شیرجه نمیره، یکی سوزن تو پارچه شیرجه میره به امید نخ دم بشه. شما دنبال او بودید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان آوردن. سه تا حدیث برای ایمان بخونم. یک، انشاءالله میرید حرم از امام رضا ایمان کامل بخواید. ایمان کامل چیه؟ حدیث داریم ایمان کامل اینه که انسان به اون چه در دست خداست بیشتر تکیه کند به اون چه در دست خودشه. نگه من خونه دارم، ماشین دارم، پول دارم، اعتبار دارم، پسنداز دارم، ممکنه همه اینا رو داشته باشی بدبخت بشی، یا کسی ممکنه هیچ اینا رو نداشته باشه اما آرامش داره، ممکنه همه اینا رو داشته باشه استراب داشته باشه. اگر با یاد خدا دلت گرم شد ایمان داری. از امام پرسیدن شما میخواستی چه کنی؟ گفت من قدم به قدم هر چی وظیفه‌ام بود میخواستم انجام دم. شاه طاغوت بود، طاغوت باید بره بعد. حالا بعدش چی میشه؟ بعدش بره، بعدش فکر کنیم. الان قدم اول اینه. حدیث داریم ایمان 10 درجه هست، بعضی 1 درجه ایمان دارن، در حدیث که روز عاشورا پیرهن سیاه پوشه، بعضی 2 درجه نه پیرهن سیاه که پوشه اهل نماز و تقوا هست، بعضی 3 درجه خمس و زکات هم میده، بعضی 4 درجه غیر از خمس و زکات کمک به فقرا میکنه، جبه هم میره. ایمان 10 درجه هست. یه حدیث، حدیث داریم اونایی که ایمانشون قویه سر به سر ایمان ضعیفا نمیذارن. یه بچه نمیتونه بدوه، پدر بچه سر به سر بچه نمیذاره. امتحان هوش، ایمان 10 درجه بود؟ حدیثه. حدیث داریم ایمان قوی ها سر به سر ایمان ضعیف ها نگذاره. حالا ایمان من و شما قوی یا ضعیف، یه خطکش داره گفته با این متر کن. هر کجا دروغ گفتی همون مقدار دین داری. اگر به خاطر 1000 تومان دروغ گفتی ایمان شما 1000 تومانه. اگر به خاطر 1000 تومان دروغ نمیگیم، اما 100 هزار تومان بشه دروغ میکشیم، ایمان ما هم 100 هزار تومان. اگر با 100 هزار تومان دروغ نمیگیم، یه ماشینی قطع زمینی به ما بدن دروغ. هر کجا خلاف کردی، امضا کردی، خیانت کردی ایمان شما همون مقداره. حدیثه. آدم ها یه بستنیش بده 30 تا دروغ برات بگه، ایمانش یه بستنی. ایمان امیرالمومنین چقدره؟ حضرت امیر فرمود اگر حکومت دنیا رو بدن به من که گناه بکنم، من گناه نمی کنم، حتی گناه کوچیک پوست جو از دهن مورچه بگیرم این کار نمی کنم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. صالحات رو برای شما معنا کنم. تو قرآن خیلی آیه داریم آمنوا و عملوا الصالحات. این خودش معنا داره که ایمان به تنهایی کافی نیست، سوزن با نخش ارزش داره، سوزن بی نخ خون میندازه. مسجد یعنی یه مسجد، مساجد یعنی چند تا،
المساجد یعنی همه مسجدها. قرآن نگفته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی یک کارت خوب باشه. و عملوا الصالحات چند تا و عملوا الصالحات همه کار خوب باشه. اگر زبور امبرداسی همسر داریدم خوب باشه، اما زنش حتی حدیث داریم زنش وقتی که به هم نیش بزنن نماز هیچ کدوم قبول نیست. زنداری، شوهرداری، بچه داری، همسایه داری، معاشرت، مشتری داری، شاگرد داری، استاد داری، از صالحات باید بشه نه صالح. قرآن نگفته آمنو و عملو صالحا، میگه و عملو از صالحات، مثل المساجد همه کارا باید درست بشه. حالا عمل صالح چیه؟ من یه آدرس میدم برای بعضیاتون. سوره توبه 2 آیه 123 میفرماید هر کاری که یقیز الکفار، یقیزو همونه که خودمونم در فارسی میگیم غیظ کرده، غیظ یقیز، اگر کاری بکنی که کفار یقیز غیظ کنید برای شما عمل صالح می‌نویسن. 22 بهمن اگر جمعیت بیشتر شد آمریکا غیظ میکنه، پس معلوم میشه راهپیمای عمل صالح. روز قدس اگر جمعیت زیاد بشه اسرائیل عصبانی میشه، چون 22 بهمن راهپیمایی یک نظام مانه، روز قدس حمایت از فلسطین علیه اسرائیله. موشک‌ها که جمهوری اسلامی ساخت، سپاه ساخت، این موشک‌ها دشمن را یقیز به غیظ درآورده، پس این موشک هم عمل صالحه. امتحان کدوم سوره بود؟ آیه 120 میگه یغیز، یک کلمه بیشتر نه، یغیز یعنی غیظ کنه، یغیظ الکفار، اگر کارتون باعث شد کفار غیظ کنن عمل صالحه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، همه کارو خوب باشه. دینداری مثل پزشکی نیست. پزشک میتونه بگه آقا من متخصص چشمم، یکم بگه من متخصص حلق و بینی هم، یکم بگه من متخصص امراض داخلی هم، نه. اسلام بگه آقا بنده متخصص دعای ندبه هم، فقط دعا کمیل میخونم و دعا ندبه حرم میرم، اما تو راهپیمایی حال ندارم. یکی بگه نه من تو راهپیمایی میام ولی روزه نمیگیرم، روزه میگیرم نماز نمیخونم، نماز میخونم درآمدم حرامه. اگر همش بود این توپ فوتبال رو هر جوشو سوراخ کنی بازی لغو میشه. ایمان چند درصدی مورد قبول نیست. قرآن یه آیه داره میگه به بعضی آیات ایمان میارن، یؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه آیه رو قبول دارم یه آیه رو قبول ندارم. حجاب رو تو حرم قبول داره، تو خیابو قبول نداره. ربا رو، حالا ممکنه اسم ربا رو هم بذارن کارمز، اینو از مراجع بپرسید که اگر کارمز گفتیم حرم خدا حلال میشه. من یه مثالی داشتم مکرر زدم، یه کسی جگر رو کب سیخ گذاشت رو آتش، همینطور که بادشو میداد گربه جمع شدن، گربه دور جگر جمع شدن، به گربه گفت گربه بلاله بلال، فکر اگر به گربه ها بگه بلال گربه ها میرن. حالا اگر دم روا بگیره اسمشو داره کارمز، این همون بلاله. در این حال من فقیه نیستم، از مراجع بپرسید که کاربرده چجوریه بعدش. من رفتم مشهد یه مسجدی دیدم نماز میخونن ولی مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا نمیگن. گفتم چرا اینجا مرگ بر آمریکا نمیگن؟ گفت این مسجد سیاسی نیست، مسجد مؤمنین مقدس نماز شب خونه. آیت الله که اونجا نماز خون، او آیت الله با انقلاب خوب بود ولی مردم میگفتن نه حال ما که به سیاست داریم. با آیت الله گفتم اجازه میدید من یه دقیقه صحبت کنم؟ گفت بفرمایید. گفتم قرآن 4 تا چیزی گفته، از این 4 تا بعضیاشو حفظید. قرآن راجع به مؤمن کامل میگه اشداء علی، اگر بلدید بلند بگید اشداء علی کفار، رحماء بینهم، تراهم رکعا سجدا،
گفتم قرآن میگه مؤمن باید یک نسبت به کفار شدید باشه، نسبت به مؤمن رؤوف باشه، بعد میگه تراهم رکعن رکوع کنه، سجدن سجود کنه. شما رکعن رکوع میکنید، سجدن سجدن میکنید، اما مرگ بر امریکا نمیگید. شما 50% مسلمونید. به کسی گفتن شنا بلدی؟ گفت 50%. گفت یعنی چه؟ گفت شیرجه میرم بیرون نمیام. گفت هیچی، 50%. ما اسلام 50%ی نداریم. صحنه های امام خمینی رو در ساعت آخر عمرش دیدید. دو تا سرم بهش بس بود، نماز مستحبش هم میخوند، روزنامه رو میخوند کنار میذاش، قرآن میخوند کنار میذاش، ذکر میگفت، خوابش میبرد. مسلمان جامع، مسلمان من متخصصم، روز عاشورا قیمه میزنم، نماز جمعه میای نه، من فقط قیمه میزنم. ای آقا چیه؟ من نذر میدم روز عاشورا، چند میلیون نذر میدم. خمس هم میدین؟ نه، من خمس نمیدم. شما اگر جنوب باشی تو همه دریاها شنا کنی، بازم جنوبی، باید نیت قصد کنی تا پاکشی. نباید بگی آقا من شنا میکنم، من به فقرا کمک میکنم، ولی خمس نمیدم. کد داره. شما اگر یک چای رو بریزی تو آفتابه، کسی نمیخوره. چای باید تو فنجون باشه، باید در ظرف خودش باشه. عمل و از صالحات، همه کارا باید درست باشه. و خیلی کمن آدمایی که همه کارشون درسته. هر کسی یه گوشه کارش مثبته، بعد باش تماس میگیریم اینه نه، یه گوشهاش هم منفیه. میاد تو مسجد بالا سر میشینه، تکون نمیخوره. آقا جون دو رکعت نماز خوندی، برو کسی دیگه بدون. فکرم میکنه زرنگ سام، فکر میکنه اینجا که نشسته اگر به کسی نده زرنگه. میگه عجب جو خوبی گیر اومد. گاهی هم چارزانو میشینه که خیلی. یه آیه داریم، اگر مؤمن دنبال جا میگرده تکون بخوری جاش بدی، یا پاشی بری جاش بدی، خداوند همه چیز دو تکون میده. مخ دو تکون میده، رزق دو تکون میده، فکر دو تکون میده، علم دو تکون میده. تو فقط در مکان تکون بخور، خدا همه جا وسعت به شما میده. آیش هم بخونم. و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، وقتی با چشماش دنبال جا میگرده، ففسحوا، تکون بخور، جاش بده. بعد میگم میدونی تو اگر در مکان جا دادی، یفسح الله لکم. دیگه نمیگه تفسحوا فی المجالس، یفسح الله فی المجالس. تو در مکان جا بده، خدا نمیگه عوضش یه جای دیگه مکان جا میدم. تو در مکان جا بده، خدا همه چیز جا میده، یعنی علم تو، رزق تو، نسل تو، برکت به همه چی میده. و العصر، به زمان قسم، ان الانسان لفی خسر. انسان چرا نگفته ان الانسان لفی ضرر؟ فرق بین ضرر و خسارت چیه؟ ضرر مال اونجاست که نرخ بیاد پایین، سکه میخری 1 میلیون میشه 500,000، اینجا ضرره. خسارت اونجاییه که سرمایه آب میشه، مثل یخ فروش، کسی یخشو نمیخره، اصلا سرمایهش آب شد. اگر سرمایه آب بشه میگن خسارت، اگر سرمایه هست نرخ کم بشه میشه ضرر. اگر میگفت ان الانسان لفی ضرر، یعنی هستی نرخت کم شد. وقتی میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی مثل یخ آب شدیم. ما هی داریم آب میشیم، هی داریم آب میشیم. چقدر آدم پارسال بودن که امسال نیستن؟ خیلی از ما امسال هستیم، شاید سال دیگه نباشیم، ماه دیگه نباشیم. در قرآن 12 تا کلمه بغتتن اومده. بغتتن یعنی ناگهان. 14 بار میگه ناگهان. از امام صادق پرسیدن بعضی مردها چشمشون بازه، بعضی چشمشون بسته، چرا؟ فرمود اونی که بازه فرصت نکرده ببنده، اونی که بسته فرصت نکرده باز کنه. عجله کنیم. به ما گفتن عجلو به صلات، حیه علی الصلاه، بشتابی، فسعو، بدو، استبقو، بدو. اسلام بدو بدو داره، یلا یلا داره. عجله کار شیطونه چیه؟ میخوای یه کار خیری بکنی؟ میگی حالا باشه بعد، حالا باشه بعد. قرآن یه آیه داریم که منافقین به مؤمنین میگن انظرو اونا نقصب اسم نورکم، روتون رو برگردونید ما از نور شما استفاده کنیم.
قیلر جاو وراءکم فالتمسوا نورا، میگن در دنیا میشد نور قرض داد، قیامت نمیتونیم نور به هم دیگه قرض بدیم. میگه علم نکن معکم، ما تو یه شرکت تو شهر و روستا نبودیم، علم نکن معکم تو یه دانشگاه و کارخونه نبودیم، ما که با هم بودیم. میگه با هم بودیم اما تو منومن میکردی، منومن میکرد، تربستون، تربس یعنی منومن کردن. هی پسر زن خواست، شما گفتی حالا لیسانستو بگیر، حالا برو، حالا تو دهنت بوشیر میده. کدوم پسر اما و پسر اما دوماد شدن که تو میخوای دوماد شی؟ بی حیا برو گم شو. در دومادی پسرت منومن کردی، بچت فاسد شد. دختر خانم خواستگار داره، مادرش میگه میخوام لیسانسشو بگیره، بعد منتظر لیسانسن، لیسانسش میگه خواستگارش کم میشه، میگه برو فوق لیسانس. فوق لیسانس که دیگه خواستگار نداره، منومن میکنیم در کمک با فقرا، منومن میکنیم، منومن نکنیم، عجله کنیم. والعصر، به زمان قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان مثل یخ آب میشه. الا الذين امنوا، ایمان 10 درجه داره، و عملوا صالح نه، و عملوا صالحات نه، و عملوا الصالحات، همه کارا باید درست بشه. خب آقا اگر ما ایمانمون 10 درجه بود، همه کارمون هم درست بود، ولکن معامله هستید؟ میگیم نه، خدا ولکنی. تازه میگه و تواصوا بالحق، ماشین خوب اینه که خودش گاز بده بره، ماشین خوب اینه که یک ماشین قرازه هم بوکسر کنه به خودش. تواصوا بالحق، نمیگه اوصوا بالحق، تواصل یعنی همه همدیگه رو به حق سفارش کنیم، همه نیاز داریم. کسی فکر نکنه چون من دکترم یا آیت اللهم یا تاجرم یا پدر بزرگم نیاز ندارم. خیلی وقتا پدر بزرگام نیاز دارن، آخوندام نیاز دارن. تواصل همه به همدیگه، تواصل بالحق، تواصل بالحق یعنی امر معروف کنید. آقا میرم حق سفارش به حق کنم، گوش نمیده، میگه واستبر علیها و تواصل به صبر، حوصله کن. چهار بار به بچه و عروس و دومادم گفتم نماز بخون، نمیخونه، من دیگه خسته شدم. 10 بار گفتم گوش نده، 11 بار بگو. شما حاضری اگر یه چوبی نشکست چوب دور اندازی یا تبر دور اندازی؟ تبر دست میری چوبو بشکنی، اگر 10 بار زده نشکست نه تبر دور میندازی نه چوبو میزنی تو بشکنه. اگر سرشی سفره یه نوشابه درش باز نشد، نوشابه رو دور نمیدازی، این دور سفره دست به دست میگردونی تا بلکه یکی اینا رو واکنه. واستبر علیها، میگه اگر به بچت گفتی نماز بخون نخون، حوصله کن، 10 بار بگو، 50 بار بگو. واستبر علیها، تواصوا بالحق، بعدم تواصوا بالصبر. همین سوره که نگاش کردیم، دعاهای من همین سوره باشه. بحث اولم والعصر بود، به زمان قسم، خدای اون چه از دقیقه ها و ساعت ها و شب ها و روزها هدر داده ایم، عمرمون رو تلف کردیم، جز به خاسرین هستیم، تلفات گذشته ما رو ببخش و بیامرز. الا الذين امنوا، خدایا 10 بالاترین درجه ایمان که درجه 10 است، به همه ما مرحمت بفرما. خدایا بعضی کارهای ما خوبه، بعضی کارهای ما بده، ما را صالح و صالحاتی قرار نده، بلکه ما را از صالحات، یعنی همه رفتار و گفتار و نیت ما را در مسیر رضای خودت قرار بده. نسل ما را از بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. صدها هزار شهید اسیر جانباد رفتن و عمودی رفتن جبهه، تابوتش افقی برگشت، بعضی ها مثل بعد از ده ها سال برگشت. روز قیامت که اینا دور ما جمع میشن، ما رو شرمنده شهدا قرار نده. مسائل جزئی شما رو از مسائل کلی باز نداره. بله یک اختلاسی، 10 اختلاس میشه، فلان چیز گرون میشه، تبرم میشه، عیب های مملکت رو نباید توجیه کنی. اگر کسی عیب های مملکت رو نبینه خیلی آدم احمقیه. نه، همین که روپا خودمون هستیم، اینا نعمته. قرآن میگه ولی یا مکنن لهم دینهم الذی ارتضا، خداوند امکانات به شما داد، بعد میگه فمن کفر، اگر کفران کنید فاولئک هم الفاسقون. اگر خدا به ما نعمت داد قدر نعمت نداشتیم، خدا دو مرتبه میگیره، یه شاب و شاپور بر سر ما مسلط میکنه.
عیب‌ها رو باید برطرف کرد، کمبودها رو باید جبران کرد، ولی دست از انقلاب نبود بزن. مثل بچه حلال زاده. حالا اگر بچه حلال زاده آب بینیش اومد بیرون، آب دهنش اومد بیرون، دستش کثیف شد، لباسش خاکی شد، بچه رو باید خفه کنیم؟ باید مشکلات رو حل کرد، ولی دست از بچه آدم بر نمی‌داره. انقلاب بچه من، خودتون این انقلاب رو به وجود آوردید. تا آخرین نفس هم باید حمایت کنیم. خدایا روز به روز بر عزت اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی، روز به روز بر عزت و قدرت و مسئولیت ما بیفزا. ما را دشمن شاد قرار نده. نسل ما را از بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.